بسم الله الرحمن الرحیم محمد سپهر سادات هستم از خبرگزاری ورزشی افغانستان اسنا و ما امروز به دیدار یکی از جوانان مستعد پرتلاش و آینده دار کشور افغانستان هستیم که به تازگی به مقام قهرمانی اروپا دست یافتن در رشته بوکس. میخوایم امروز با یما جان سعیدی بیشتر آشنا شیم. بیاین که همراه هم به دیدار یما سعیدی رفته و با این جوان پرتلاش و مستعد بیشتر آشنا شویم. به نام خدا، در خدمت یما جان سعیدی هستیم، قهرمان بوکس اروپا در وزن 69 کیلوگرم. اما جان سعیدی، میشه خودتان برای ما بینندگان ما معرفی کنید و بگید که چی شد که شما در رشته بوکس روی آوردید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نام من یما سعیدی هستم. من 24 سال هستم. در شهر کلن آلمان زندگی میکنم. من در سال 2011 از ورزش کیک بوکس در ورزش بوکس ما تبدیل کردم. علاقه ایم بر بوکس بسیار زیاد بوده. من کیک بوکس بسیار وقت کردم، از سن 8 سالگی شروع کردم. مگم در مسابقه کیک بوکس خودم بسیار زیاد بوکس میکنم. 80% تنها بوکس بوده، کم لغت میزنم. مگم امی رشته بوکس بسیار زیاد خوش دارم. از او خاطر من گفتم اوکی، من امی رشته بوکس میگیرم و کوشش میکنم که از امی یک رشته پیش برم. از او خاطر علی 12 مسابقه پروفی در بوکس دارم و گوش شیطانکار حمله کلش بردیم. اما جان سعیدی، ما بسیار بسیار اینجا کمربنده و بسیار کپای شما در اونجا بود، خود جای نبود ما اونا رو بیاریم. ایناست، میشه برای ما توضیح بدیم که اینا چی هستن، از کجا هستن و از چه سالایی هستن؟ بله، ما رای چند سال قضیات مسابقه داریم که جای بر کپا نیست. مگه من 6 دفعه قهرمان شدم. دفعه اول کتی 14 سالگی، اینی پوکال 1.50 متر است که یونیون جرمن چمپیون شدیم. بار از این مسابقه مکتی 17 سالگی این کمربند بودم. این مسابقه کینگ آف اندر 18 بود. مانام ایتا که من بهترین بوکسر زیر 18 سالگی در وزن خود شدم. یک تورنمنت بود که اون تورنمنت من بودم و نمره اول شدم. بار از این مسابقه من اینی کمربند بودم. این مسابقه جرمن چمپیون بود. مگم در پروفی منم تا که از اشتوکا برامدم در کلانا رسیدم و در اونجا برای جرمن چمپیون شدم. بار از این من این کمربنده بودم، این سفیده. این کمربنده بوندسلیگا است. منم تا بوندسلیگا که یک سال آدم 6 مسابقه داره و هر 6 مسابقه را تو باید ببری که پونکتایت زیاد شوه. من در آخر من کل مسابقه را بردم، گوش شیطان کرد، با پونکتایت قبلا بره که من نمره اول بودم 100%. از او خاطر من بوندسلیگا چمپیون شدم. بار از بوندسلیگا چمپیون من تبدیل کردم از K1 کیک بوکس. از 4 اشتغال در K1 بودک در بوکس. بار از او من ای بردم یام جرمن چمپیون هستک در بوکس. من مسابقه سومن بودک در پروفی بوکس که ایره بردم. یک مسابقه در راونده بودک که یک بچه از شهر برلین و هم بسیار خوب بودک. مسابقه بسیار جالب بودک. من مسابقه را 100% بردم. منم تا که عاد در راوندش به نفع خودم بودک. بار از این جرمن چمپیون که شدم، مسابقه IBF اروپا مایسترشافت بودم. IBF بسیار مهم است که در بوکس بسیار زیاد فبنده هستک. مگم 4 فبند است که بسیار مهم است، کلانترین فبند است. یکی از امو IBF است و ما دو قهرمان اروپا شدیم. شما در رشته بوکس حتما زیاد مشتا خوردین. به نظر شما آیا ارزشش ای مشتا داشته؟ بله، من 16 سال است که امی تمرین و ورزش میکنم و من سخت‌ترین بوکس های خود در مسابقه نه، در تمرین خوردیم. مهم است که آدم راستی بوکس های قوی، مشت های قوی آدم بخوره. از خاطر در وقت مسابقه که یک بوکس صحیح آدم بخوره، آدم باید بفهمه که در مت یک زدپتون چی میکنی. که دفعه اول در یک مسابقه یک مشت صحیح بخوری، باز یک چیز نو است برد. از او خاطر آدم باید در تمرین بهتر است که یک مشت صحیح بخوره از در مسابقه راستی بار. از او خاطر در می چندین سال بله مشتای سعی خوردیم و آدم یاد میگیره و کوشش میکنه که امی غلطی یک دفعه دیگه هم نشه. مگم ازشش داره. فکر میکنید شما که اصلیت افغان داشتن چقدر میتونه تاثیر داشته باشه که آدم یک بوکسر خوب بشه یا که شما یک بوکسر خوب شدیم؟
گپ دیسته که ما در آلمان تولد شدیم و بر ما کشور خود بسیار مهم است. کشور ما یک کشور است که چندین سال در جنگ است و ما در کشور هیچ وقت نبودیم و تنها از قصه ها از مادر پدرم یا از ویدیو یا اکسای کشور میشناسم و من میفهمم که افغان ها در ورزش رزمی بسیار خوب هستن، اساس قلبشان بسیار قوی است و می قلب بسیار قوی را من میفهم که از کشورم، از مادرم، پدرم، از امی افغانستان بودنم بسیار زیاد فایده ها داره. شما تا چه حد در جریان ورزش افغانستان به خصوص رشته بوکس هستید؟ علاقه به ورزش بوکس و به کشور افغانستان بسیار زیاد است. از او خاطر ما در فیسبوک، اینستاگرام، دمی اخبارا و در تلویزیون من میشه سعی میکنم کدام بوکسر، تنها بوکس نه، یو اف سی خود در افغانستان بسیار پیشرفت است. ما کوشش میکنم که کی خوب است، کی کدام مسابقه را داره، کدام مسابقه را برده. از او خاطر ما علاقه بسیار زیاد است که دیگر بوکسرا چقدر پیشرفتن. از خاطر کل ما اصلا یک تیم هستیم، ما باید نام افغانستان پس بلند بکنیم و انشالله میکنیم. از او خاطر علاقه بسیار زیاد است. به نظر شما چرا با ای که افغانستان در قسمت انفرادی بوکسرهای بسیار بسیار خوبی داره ولی نتوانسته در قسمت تیمی در آسیا آنچنان که باید بدرخشه و یا حتی در منطقه و قدر موفقیت های که باید کسب میکنه را کسب نکرده؟ من فکر میکنم پروبلم در ای است که افغانستان یک کشور جنگ زده است. تا بالا که تا مین جنگ که رسیدن بسیار خوب است، کار خوب است. آدم یک تیم صحیح که داشته باشه زیاد چیزا کار داره، تینر کار داره، شپانزورا کار داره، دکتر کار داره، فیزیوتراپی کار داره. گفته ایسته که آل ناو ما از افغانستان که کانتک ها دارم همی کار شروع کردن که در آسیا پیش برن، از آسیا در طرف اروپا بیاین. همی کارا همیال صورت میگیره مگم وقت کار داره. شما تا به حال چه کاری برای ورزش افغانستان یا کشور افغانستان انجام دادید و یا ای که شما حاضر هستید یک روزی تجربه خودتان در اختیار دیگر ورزشکارهای افغانستان قرار بدید؟ بله، من یک پروژکت دارم، پروژکت نامش Sports for Afghan Kids است. کتی ازمی پروژکت من میخوایم که اشتکای افغانستان کمک کنم، کمک کنم در راه سپورت. از خاطر در راه سپورت آدم بسیار دیگر اشته های زندگی را میتونه پیش ببره و پلان ما ای است که انشال افغانستان برم و خودم در اونجا تمرین ها بتم و همی اشتکار کتیشان گپ بزنم، موتیویشن بتم، از زندگی خود قصه کنم که من از کجا شروع کردم، تا کجا رسیدم، برایشان دسکش ها بتم که سمسای تینین کنن، کمکشان کنم از ار را. نظر شما میتونه فرق بین رشته بوکس با دیگه رشته های ورزشی در چی چیزهایی میتونه باشه؟ رشته بوکس یک چیز است، اگرم در آلمانی میگه من شپیل بوکس نیش، من هم میتونه که بوکس تو بازی کردن نمیتونی. بوکس یک مسابقه است، فوتبال هم میتونی بازی کنی، دو نفر است، دو تیم است بازی میکنی، مگم بوکس جنگ است. در مو در قویق در مو سیتواسیون عریف پشت روی دست با عریف کوشش میکنه که تو را بزنه و گار کنه. از او خاطر تو باید که یک فکر در یک مسابقه میری که اوکی ما باید آل دمی دقایق امیش کل 6 یا 7 8 هفته که ما تمرین کردم دمی دقایق بسیار مهم است. اگر صبح وقت بخیزی با روز دقیق خوب نباشه اوکی مسابقه مشکل است. مگم تو باید اتو بخیزی که بگی اوکی امروز روز ما است. از خاطر فوتبال عرفته است. بوکس شاید در سال 4 یا 3 یا 4 بار باشه. من هم کل تمرینات برای زمین یک شو است و تو باید زمین یک شو عمیق آماده باشی که یک غلطی نشه. الگوی شما در رشته بوکس چه کسی بوده و ای که شما چرا این ورزشکار یا این شخص شما انتخاب کردی؟ بله، الگوی من محمد علی کلی است. از خاطر که محمد علی تنها یک بوکسر نبوده و هم کوشش کرده که بسیار زیاد بر کشور خود، بر افریقا و بر انسانهای سیاه کمک بکنم. مانند بوکسر بسیار خوب بودک، بهترین بوکسر بودک، مگم زیاد کوشش کرده که دیگر نفر انسانها را کمک کنم و این
کارش مرا بسیار زیاد خوش میاد. از خاطر او الگوی ماست. اگر که بخوایم در عقب برگردیم، آیا شما دوباره همین رشته بوکس انتخاب میکنید یا میخواین یک رشته ورزشی دیگر را پیش بگیرید؟ نه، من فکر میکنم من در زندگی خود با در رشته سپورت خود همه چیز را صحیح کردم. اگر یک طرف دیگه هم از نو شروع میکنم، ما امی رشته را کمیال گرفتیم بازم میکردم. اگر که شما یک روز ازدواج کردید و صاحب فرزند شدین، آیا اجازه میدید که فرزند شما هم رای شما را پیش بگیره و یک بوکسر شود؟ این بسیار مشکل است. از یک طرف من بسیار خوش میشم اگر رای مرا بگیرم، مگر از دیگر طرف بوکس خطرناک است. خوش میشم اگر سپورتش 100% بکنه، تمرینش بکنه، اگر علاقه مسابقه را داره صحیح است، خوش هستم. مگر من اتاق انسان نیستم که میگم اوکی من رشته را رفتم، اولادای من باید 100% امی کار را بکنه. اگر حالا قیش در دیگه سپورت ها در فوتبال یا در اکسی دیگه باشه و هم سعی است، مگر علاقهش در بوکس باشه چرا نی؟ مهمترین برنامه و پلان هایی که شما در پیش روی دارید برای آینده چی چیز هاییست؟ من بسیار زیاد پلان ها دارم. امی کمربنده مسابقه کتابال دارم، ستپ اول است. کلانترین پلان می است که انشالله قهرمان جهان شوم. امی پروژیکت ما سپورتس آف کان کیدز کلانتر شود، نو شروعش است که در کل افغانستان و از دیگر کشوران کمک بیایه، بر کشور خود بسیار زیاد کمک بکنم که کشور پس آباد شود و کوشش کنم که امی رای سپورت که من می گرفتیم تا آخره برم. گفته ایسا کارم میتونه تیز بلند بره، مگم یک دفعه بفته. پلان من یه ایسا کشش میکنم که بلند برم، آستا بلند برم و دمو بالا باشم. اینجا پیام شما در مردم افغانستان به خصوص ورزشکارای افغانستان چیست؟ پیام من یه ایسا که از رای سپورت آرام بسیار امکانات ها میتونه زندگی خود واز کنه و آرام باید کشش کنه که رای سپورت، رای مکتب و رای کار خود را پیش ببره. ایتو نیست که آرام بگه اوکی من یک چیز میکنم در یک کار آدم پیش ببره. نه، آرام کل کارها را، سپورت، مکتب و درس باید یک جای در دست خود بگیره و کشش کنه که از هر چیز آرام پیش ببره. و ما افغانا باید کل ما یک جای استارت شویم، یک دیگر را کمک کنیم، تشویق بکنیم، از خاطر ما یک کشور هستیم که دیگر کشورها همیشه کوشش کرده که ما را زیر تاثیر ببره. مگر ما افغانا از کل ورزشکارهای دیگر کرده قوی تر هستیم، قلب ما بسیار قوی است و ما باید یک جای استارت باشیم و نشان بدیم اینا ما میاد داریم، ما بسیار ورزشکارهای خوب داریم و انشالله بعدن در المپیک، در دیگر مسابقه یو اف سی، در بوکس ما نمره اول میشیم. و پیام ما این است که کوشش کنین آباد کنیم این کشور را، یک جای استارت شویم، کمک کنیم و انشالله کل ما قهرمان هستیم. با تشکر از یما سعیدی که با توجه به تمرینات خیلی فشرده و وقت بسیار کم بر ما وقت گذاشتین و این مصاحبه رو ما انجام دادیم. و پیام آخرتان و گپ آخرتان میتونه چی باشه؟ سنا باشین. بسیار جا تشکر که شما وقت گرفتین اینجا اومدین و ما رو تشویق میکنین. من میخوام قلبن تشکر بکنم از افغانا برای تشویق به هر مسابقه ایم که قضیه تشویق میکنن، از طرف فیسبوک، از طرف اینستاگرام، از طرف یوتیوب این قضیه تشویق میکنم و ما هر مسیجی که میخوام قلبم باز میشه، خوشی میکنم. از اون خاطر تشکر میخوام بگم.